بیستوی کمین جلسه شب همبستگی، محبت، الفت و چنگ زدن به حبل المتین الهی در مرکز جهانی آیت الله لزماسه صادق شیرازی دامزلو و به دعوت شیخ صالح سیبوی وکیل بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله لزماسه صادق شیرازی برگزار شد در این جلسه بسیاری از روحانیون و رؤسای مرکز اسلامی کانادا حاضر شدند چهره های حاضر در این جلسه عبارت بودند از شیخ محمد مهدی ناصری، سید نبیل عباس، شیخ محمد ندیم حاتمی، شیخ محمد رضا باقری، سید خلیل تباتبایی، شیخ حسن حاتمی، سید محمد رضا قزوینی، شیخ احمد سلیمان، شیخ حسن قنیه، شیخ علی حاتمی و شیخ زفر زکی مراکزی که در این جلسه حضور داشتند عبارتند از مرکز اهل بیت علیه السلام، مؤسسه ای آیت الله موسسه مؤسسه ما حسین علیه السلام، مرکز اسلامی لبنانی ها، مسجد از زهرا سلام الله علیها، حسینی حورا زینب سلام الله علیها، بنیاد اسلامی کانادا، مؤسسه اهل تسنن اسلامی فرم، مدرسه الهدا، مدرسه علی ابن ابی طالب علیه السلام، مدرسه ابن سینا حیات امام صاحب از زمان عجل الله تعالی فرجه هیئت جوانان کربلایی اقصدونی بنیاد جعفری افغانستان مؤسسه شیعه های حیدری مرکز الامام الحسن المشتبا علیه السلام جنبش عمل لبنان مرکز نور و مرکز توحید همچنین سرکنسول کشور عراق خانم دکتر عقادیر نقیب و اعضای دیگر کنسولگری عراق در شهر مونترال کانادا مهمان این جلسه بودند. گفتنیست در ابتدای جلسه شیخ صالح سیبوی در یک سخرانی کوتاه سلام آیت الله العظماسه صادق شیرازی دام و دعای خیر ایشان را به سم حضار می‌رساند و برخی از مشکلات که گریبانگیر جامعه اسلامی شده صحبت کرد. شخص سی وی در سخنان خود تنها راه رفع این گرفتاری ها را همبستگی مسلمانان و مراکز اسلامی با یکدیگر دانست و گفت این پیشنهاد بنده نظر مسئولان حکومتی کانادا را جلب خواهد کرد برخی میهمانان حاضر در این جلسه در سخرانه های خود از وکیل آیت الله لزمان شیرازی به دلیل جمع کردن مراکز اسلامی و برگزاری این جلسه همبستگی در ماه رحمت و برکت الهی در سالهای متمادی تشکر نمودند و بر همبستگی و یگانگی جهت پیشبرد اهداف جامعه اسلامی در کانادا تاکید کردند در این جلسه برخی مشکلاتی که گریبانگیر جامعه اسلامی به ویژه نوجوانان و جوانان در مدارس کانادا شده مطرح و تاکید شد که تنها راه نتیجه گرفتن و رفع مشکلات همبستگی مراکز با یکدیگر است در این جلسه نامه رسمی اتحادیه پارلمان‌های جهان که درباره این جلسه بود نیز قرائت شد و در آن به همکاری و تلاش شیخ صالح سیبوی برای نزدیکی ادیان و مذاهب اشاره شد در پایان این جلسه اسلامی همه هزار بر سر سفره سحری میهمان بودند